دنیای دستینی از خاکریزهای مریخ تا جنگل‌های زهره. اکتیویزیشن بانجی تولید کننده این بازی میگوید این بازی ویدیویی یک نفره آغازگر قالب جدیدی از بازی‌های ویدیویی است. ویدیویی که بازیگران باید راه خود را در دنیای دستینی بیابند. بازیکنان در دنیای دستینی محافظان آخرین و تنها شهر روی زمین خواهند بود. برای این کار آنان به آخرین سرحد منظومه شمسی سفر می‌کنند و با دیگر کسانی که بر روی اینترنت به این بازی مشغولند رقابت می‌کنند. فکر می‌کنم قیمت اون در مقایسه با بازی‌های دیگه چندان افزایش نیافته، زیرا اگر بخواید یک بازی ویدئویی برای نسل بعدی دستگاه‌های کنترل بازی تولید کنید، باید سال‌ها روش کار کنید و میلیون‌ها دلار هزینه کنید. صدها نفر باید روش کار کنند و این کار هزینه داره. مدت هاست که دوستداران بازی های ویدیویی تنها در ماه ژوئیه بیش از 4,600,000 نفر اولین نسخه آن را امتحان کردند و انتظار می رود میلیون ها نفر آن را خریداری کنند. گفته می شود صدها میلیون دلار هزینه تولید این بازی ویدیویی شده است که آن را یکی از گرانترین بازی ها می سازد. کارشناسان این بازی ها می گویند چنین هزینه ای برای عرضه بازی که انتظار می رود بر بازار چیره شود عادی است. هزینه تولید این بازی تنها عاملی نیست که توجه را به خود جلب کرده، بلکه نحوه شخصیت پردازی و رقابت شخصیت ها با یکدیگر بر روی اینترنت است. این بازی اثبات این واقعیت است که بازی های ویدیویی می تواند به یک فعالیت اجتماعی تبدیل شود. اکتیویزیشن بهای دستینی را 60 دلار تعیین کرده است. نازیه پویا، صدای آمریکا.